سلام علیکم بیننده عزیز، خوش آمدین به چینل آشپزی خودتان. امروز با یک ویدیو جدید در خدمت شما خوبا قرار گرفتیم. همینطور که در تصویر میبینید، امروز میخواییم که با همدیگه بامیا آماده کنیم. امیدوار هستم که از این آموزش خوش شما بیاید. مرا تا آخر ویدیو بیننده باشید. دوستای عزیزم، هموطنای گرامیم، تا اینکه میریم طرف شروع کار بامیا، فراموش نکنید دکمه لایک و سابسکرایب هم بزنید تا هر باری که ویدیو جدید و جدیدتر میمانم اولین کسایی باشید که ویدیو رو میبینید. پس قصه کوتاه بریم که با همدیگه ای بامیه فوق‌العاده عالی و خوشمزه رو آماده کنیم. اینم از موادهای لازمه که در تصویر میبینید. در قدم اول موادهای خمیرش براتون یادآور میشم. 1.5 گلاس آرد معمولی گرفتیم. به او خاطر ما در گلاس گرفتیم دوستا، که کل دوستای ما میگن که هر چیزی که جور میکنی امور در پیاله یا در گلاس بگو، بر ما راحت تر هستن. 1.5 گلاس آرد معمولی، نیم گلاس نشسته ذرت یا همو کانفلاو. اینجا که میبینید دوستا 4 عدد تخم مرغ گرفتیم. ببینیم که خمیر بامیه ما چند تا تخم مرغ لازم داره. بیگین پودر خیلی کم نیاز داریم دوستا، مسکه یا مکره 25 گرم، خیلی مقدار کم نمک به خاطر بسته شدن خمیر. این کلن موادای خمیر بود دوستا، و همچنان آب. این طرف که میبینید دوستا موادای شربتش هسته، هلی چای داریم، 2 گلاس بوره داریم یا شکر، جوار لیمو یا لیموی تازه، فرق نمیکنه هر کدامش باشه، زعفران دم شده، گلاب و آب. در قدم اول دوستان میریم شربتش هم سر گاز میمانیم. اینجا 1 تا دیگ داریم، همین 2 گلاس بوره یا شکری که داریم داخل دیگ اضافه میکنم. امرا با 1.5 گلاس آب. جوار لیمو اندازه نیم قاشق چای خوری یا اینکه لیموی تازه باشه، اگر لیموی تازه نبود شما میتونین جوار لیمو استفاده کنید دوستان. زیاد نمیریزیم که زیاد ترش نشه. یم جوار لیمو هستم. در مغازه ترکا، عربا، افغانهای خود ما 100% دارن. خب شربت هم میبریم سر گاز قرار میتیم. دوستان از خاطر شربت شکم آماده کردم، به خاطر که شربت آماده شده دارم در خانه، براتون باز نشان میتم. این را میبریم سر گاز قرار میتیم. این هم شربت آماده شده است دوستان، که من قبلا زلویا یا جلبی آماده کرده بودم، شربتش مانده. این هم امروز میخوایم که در شربت بامیه استفاده کنم. دوستان میبینید شربت جوش آمده. اول شربت بامیه را کاملا آماده میکنیم، بعد از او باز طرف خمیرش میریم. 3 عدد هلی را که داشتیم هم اضافه میکنیم. میمانیم که جوش بخوره تا اینکه شربت به قیام برسه. بیننده عزیز میبینید که شربت مدت 5 دقیقه کاملا خوب جوش خورده. آلی اندازه 3 قاشق غذا خوری گلاب اضافه میکنم و زعفران دم شده را هم نصفش اضافه میکنم. میمارم که یک چند دقیقه دیگه هم جوش بخوره، دیگه شربت کم کم به قیام میرسه. میبینید شربت کاملا کف کرده، یعنی که شربت در قیام رسیده. آلی هم شربتی که قبلا آماده کرده بودم در خانه داشتم سرد است، ایرم اضافه میکنیم. حرارت کاملا خوب کم میکنیم. میمانیم که این شربت سرد را که اضافه کردیم هم کاملا آب شوه. دیدین شربت سردم که اضافه کردیم کاملا آب شده. دیگه شربت از سر گاز ور میداریم. میمانیم که سرد شوه، نه اینکه کاملا سرد شوه شربت خود بسته کنه، اما تو سرد باشه که دست نسوزه. سر گاز برداشتیم شربت ها. اینجا 1.5 گلاس آرد معمولی داریم، در یک ظرف جداگانه اضافه میکنیم. امرا با 1.5 گلاس نشسته ذرت یا کانفلاو. مواد کاملا گد میکنیم.
خب دیدین که آردم رای نشسته کاملا گرد کردیم. یک تا قابلمه یا دیگ گرفتیم. 25 گرم کره یا ممسکه. مقدار خیلی کمی نمک. و 1.5 گلاس آب. میبریم سر گاز قرار میتیم تا اینکه آب کاملا جوش بیه. آب خمیر بامیه را سر گاز موندیم دوستا. اندازه 3 قاشق غذاخوری شربت را که آماده کردیم دم خمیر بامیه اضافه میکنیم. خب تا اینکه آب جوش بیه. آب آرام آرام جوش میه. ما خیلی مقدار کم بیگین پودر یا پودر کیک، این قدر دوستا ببینید، نیم قاشق چایخوری هم کمتر پودر کیک یا بیگین پودر گرفتیم و آرد اضافه میکنیم. کد آرد خوب گرد میکنیم که گرد بخوره. خب همینطور که میبینید آب آرام آرام جوش میه. خستای ایل است دوستا، باید خستای ایل بگیرم. آب میبینید که جوش آمده، آرد اضافه میکنیم دوستا. آرام آرام آرد هم میزنیم تا اینکه یک خمیر نرم و لطیف به دست بیاریم. خمیر آماده کردیم، در یک ظرف جداگانه میمانیم دوستا تا اینکه کاملا خنک شود. خمیر ماندیم کاملا سرد شده، یعنی که خنک شده. 3 عدد تخم مرغ میده کردیم، 1 تاش نگه داشتیم. اول 3 تا را روی خمیر کاملا خوب میکس میکنیم. اگر خمیر نرم شده بود که تخم مرغ چهارمی را اضافه نمیکنیم. اگر خمیر دیدیم که سیفت است باز تخم مرغ چهارمی را اضافه میکنیم. خب اول 1 تا تخم مرغ اضافه میکنم، خوب میکس میکنیم. تخم مرغ دومی را اضافه میکنم. بله این حال تخم مرغ سومی را اضافه میکنیم. باز دوباره کاملا خوب میکس میکنیم. 3 عدد تخم مرغ کاملا بس است. خمیر عزیز یاد نرم نمیکنیم. خب بازم دوباره خوب میکس میکنیم که دانه دانه خمیر کاملا از بین بره، یعنی که خمیر کاملا یک دست شوه. برنده عزیز خمیر گرد کردیم. خمیرش باید از زیاد شل نشه به خاطر که باز بامیا خراب در میه. دیدیم که 3 عدد تخم مرغ اضافه کردیم، کاملا بس کرد. من اینجا 2 تا قیف گرفتم، یک مابین دیگه ماندم به خاطر که وقت فشار دادن اذیت نکنه. 1 دانه از سر قیف گرفتم که همین ماسوره را کاملا خوب دهش بسته کنیم. خب دیدین که سر قیف انداختیم، ماستوره رو میخوایم بسته کنیم. اینجا ماستوره رو داخل میکنیم دوستا، هر ماستوره که شما دوست داشتین میگیریم بسته میکنیم. دیدین ماستوره رو کاملا بسته کردیم. اینجا هم دوستا ما خمیره خیلی کم کم اضافه میکنیم به خاطر که زور دست ما برسه. اگر خمیر زیاد باشه باز دست ما خسته میشه، نمیتونیم که درست بامیاره از باستوره یا از قیف بکشیم. خب این همی قدر ما اول اضافه میکنم، میکشیم از قیف، بعد از باز بخش دومش. تمایتا با روغن ماندیم دوستا. روغن نباید سر گاز قرار بدیم، اینمی تو سرد باشه که بامیاره از ماستوره خارج کنیم. به هر اندازه ای که دوست داشتین. دم قیچی رو با چرب میکنیم. که بامیار قیچی زدیم داخل روغن سرد میبریم سر گاز قرار میدیم. برندای عزیز میبینید که بامیا آرام آرام جوش میخوره تا اینکه خوب جوش نخورده بامیا رو شور نمیدیم. دیدن که بامیا کلن روی روغن آمده دوستا، آرام آرام با نه با قاشق قینمت آرام آرام در روغن شور میدیم تا اینکه بامیا یک دفعه خود بگیره.
زیاد نمیندازیم به خاطر که جایش کوچیک شوه باز بامیا خراب میشه. اینا رو میبینید که بامیا کم کم خود گرفته، با قاشق شور میتیم دوستا یا با کفگیر هر چیزی که داشتین. تا اینکه بامیا کاملا طلایی شوه. اینا دیدن که بامیا به رنگ دلخواه ما سرخ شده دوستا، از روغن میکشیم. بامیه را میبریم داخل شربت سرد اضافه میکنیم. خب روغن هم میمانیم که سرد شوه، دوباره باز بامیه های دیگر را قیچی میزنیم. بامیه را شربت کشیدیم، داخل صافکن موندیم که مقدار شربتش گرفته شوه، چون خیلی زیاد شربت کش کرده. بعد از باز در یک ظرف جداگانه اضافه میکنیم. مایتابه دوم هم دیدیم که بامیا رو قیچی زدیم، داخل روغن ماندیم تا اینکه روغن جوش نامده بامیا رو شور نمیدیم. دوستای گلم، هموطنای گرامی، دیدین که بامیا رو چقدر راحت و آسان بهترین بامیا رو آماده کردیم. واقعا بامیاش حرف نداره دوستا، هم بامیا خوب ترد آمده، هم اینکه خوب شربت کش کرده داخلش. ببینید بامیا واقعا بسیار زیاد خوبش آمده، بامیه آمده که ما از قنادی میخریم. ببینید دوستان، واقعا در ماه مبارک رمضان جان است همه رقم بامیه. امیدوار هستم که از این آموزش خوش شما آمده باشم. مرا تا آخر ویدیو بیننده بوده باشین. دوست گرامی ما که گفته بودی آموزش بامیه، امیدوار هستم که این ویدیو رو ببینی و از این بامیه فوق العاده آماده کنی. در این ماه مبارک رمضان همراه با فامیل محترمت بشینی نوش جان کنی. و عزیزایی که همین اکنون مرا میبینید، روزه نمازایتان قبول و مقبول درگاه حق قرار بگیره انشالله. با تشکر فراوان که با سلامندی کامل نشستین، مرا تا آخر ویدیو بیننده بودین. دوستای عزیزم، هموطنای گرامی، ویدیو رو برازایتان هم شیر کنید. تا یک برنامه دیگر، تا یک ویدیو دیگر، خدایا رو نگهدار شما. دوستای عزیزم، اینم بامیا میبینید. ما یک چند تا شیطو کلان کلان مثل که در مغازه ترکا میبینیم، اما تو رو بامیا از ماسوره کشیدم. اینا شب اما بامیای خیلی ریز درست کردم. میبینید واقعا بامیایش فوق العاده عالی آمده و همچنان خوب شربت کش کرده داخلش. با شنال یک تایش برای تون میده کنم دوستا، ببینید که چقدر شربت کش کرده. میبینید ببینید بازم دوستا هم خوب ترد آمده، همین که خوب شربت کش کرده داخلش. میبینید حتما از این بامیای خوشمزه آماده کنید، به خصوص در ماه مبارک رمضان.